در این مرحله از زندگی کم کم متوجه زمان از دست رفته می شویم. بعضی های من از ادامه مسیر خود دست کشیده و سردرگم به دور خود می چرخیم. دسته دیگر در زندان تعصب به سر برده و دسته سخت در مسیر پرفشار رودخانه‌ای برعکس شنا می کنند تا به آنچه که واقعیت ندارد برسند. مشکل موجود در این میان این است که ما فکر می کنیم زندگی تنها آمدن، کار کردن، بزرگ شدن، تشکیل خانواده و در انتها مرگ است. چون این تفکر اشتباهی دودمان بسیاری از زندگی ها را به باد داده. نگذارید افساری از نادانی و نوع اشتباه حیات را به جانتان بیندازند. به درونتان رجوع کنید و هدف اصلی زندگی را بشناسید و درک کنید. جای تعجب نیست تا زمانی که اربابان قدرت و طمع حکمران باشند، خرد در این میان جای ندارد. البته به قول مادر بزرگم، ماه پشت ابر نمی ماند. گرچه زمان بسیار زیادی لازمه این کار است و نسل‌های زیادی قربانی این جنایت عظیم شدند و خواهند شد، اما در آخر باران خواهد آمد، صحرای خشک با سبز خواهد شد و پرندگان باز نغمه شادی را خواهند خواند. پس اکنون چه باید کرد؟ اولین کاری که باید انجام داد باز کردن چشمان به روی حقیقت است. میدانم سخت است، اما تنها راه چاره رفتن به درون است. باید فکر کرد. باید دست بر دست اراده داد و دانش را جستجو کرد. حرف‌های پیچیده دردی را دوا نمی‌کند. به دنبال ظواهر فریبنده نباید رفت. تیغ برنده ولی درخشان مقصدش نابودی است. در این مرحله درست است که زمان قابل توجهی را از دست داده ایم، ولی برای دانستن هیچگاه دیر نیست. اگر آدمی متوجه این موضوع بشود که خودش همان گنجی است که بیوقفه به دنبال آن می‌گردد، آنگاه دروغ از بین خواهد رفت و نور آگاهی همه جا را فرا می‌گیرد.